سلام برادر خواهر عزیز، مهمونای عزیز، دوستای عزیز، از نزدیک از دور خوش اومدین توی جلسه عبادتی کلیسای آلفا اومگا در این روز قشنگ که هوا اینطوری لذت بخشه. فقط حضور خدا، امیدوار هستم که اینجاست، خیلی بیشتر لذت بخش باشه. و همینطورم امروز هم که کلام خدا رو میشنویم و هر موقعی که با قلبی باز میشنویم، خدا کار داره با تک تک ما. خدایی داریم که اول ما همه که منحصر به فرد هستیم. و خیلی ممنون از این بادی که میاد، امیدوارم باد روح القدس باشه. یا همینطور دعا میکنم، یعنی دعا کردیم قبل از اینکه خدا با تک تک قلبش ما صحبت کنه. و همینطور هم امروز هم حتما هم دعا خواهیم کرد بعد از موعظه، چون امروز پرستش رو یکم کمتر کردیم که بعد از موعظه میخواییم دوباره بریم توی پرستش. و توی این پرستش هم هست که نه فقط پرستشه، بلکه اونجاست که زمانی خواهیم گذاشت برای دعا کردن. چون هر موقع که فکر میکنم دیگه میدونین، زمانی که خدا صحبت میکنه، کلام صحبت میکنه، به هر حال یک عکس العملی از ما میخواد. چی میخوایم؟ الان شنیدیم اینجا رفته و بعد از این مدت میری اونجا، یا اینجا میره و زمانی که دعا میکنیم میره تو قلبمون، اونجا شروع میکنیم به هر حال با خدا حرف زدن. و همینطور هم ببینید کدوم قسمت هایی هست که خدا صحبت میکنه، کدوم قسمت ها در زندگی ما، شاید در نفس ما یه چیزای خوابیده یا مرده، خدا میخواد امروز هم زنده کنه. باور میکنین؟ بگو خدا میخواد امروز قلب منو بیدار کنه. بگین دوباره، خدا میخواد امروز قلب منو بیدار کنه. من حاضر هستم. آمین. گود، خدا رو شکر. دو هفته پیش بود، یا معمولا ما اینطوری چیز کردیم در ماه چیز یولی، گفتیم که تمرکزمون میخوایم بذاریم روی دعا و شفاعت، چیزی که ما کلیسامون احتیاج داره. و همینطور هم روزهای پنجشنبه که ما جمع میشیم توی کلیسای مکسیکو رینگ، اونجا هم جمع میشیم برای دعا کردن، شفاعت کردن، چون کلیسای ما و اصلا کلا کلیساها احتیاج به بیداری دارن. و بیداری هم همینطور نمیاد همینطور که ما نش بشینیم بگیم خداوند بیدار کن قلب منو، بلکه شروع میشه با دعا و شفاعت. و همینطور هم با کلام خدا، که زمانی که خدا با ما صحبت میکنه، چیزایی که در ما هست که شاید خوابیده، شاید ما بی تفاوت شدیم، شاید خسته شدیم، شاید از این مشکلایی که در این دنیا هستن اونقدر ما کنار کشیدیم که اصلا هیچ حیاتی در خودمون نمیبینیم. و زمانی که میگم حیات نمیبینیم، یعنی آرامش اینطوری دیگه نداریم، دوباره مثل سوی سردرگمی این دنیا میفتیم و این اشتیاق رو برای خداوند نداریم. پرستشمون شاید مثلا یک دونه دو تا سرودهای میخونیم خسته میشیم از پرستش. و معمولا توی پرستش هست که معمولا خدا ما رو زنده میکنه. و همینطور هم امروز هم چند تا سرودهایی هم که سرودهای چی میگن اعلام و پرستش بود، متاسفانه برادرمون وحید ابساگین کرده، خودش امروز خیلی خیلی خسته بود. دخترش جمعه بود که عروسیش بود و خیلی مهمونای زیادی داشت. و الان خود هر دوتا برادر وحید و همینطور هم ما رو یکم احتیاج به استراحت دارم. فقط من هم آرزو داشتم که خودش هم بیاد واقعا اعلام کنی و با جاز بتونیم اینجا بکوبیم و فارسی چی میگن؟ بزنیم و بکوبیم، اعلام کنیم. فقط همینطور که با چیز رومینا اینجا استادی بودیم، دیدیم که الان برادرمون بیژن هم امروز نمیتونست بیاد، دو نفر بودیم، گفتیم به هر حال خداوند چی گفته؟ گفته که من در ضعف جلال خودم رو نشون میدم. احتیاج برای جاز مثلا خوبه، خیلی چیزه. و با این حال همینطور دعا کردیم، گفتیم خداوند ما دو هستی، این هست که الان کلیسا آلفا اومگا داره، الان بیا جلال تو نشون بده. و مطمئن هستم امروزم خدا جلال خودشو نشون خواهد داد. به اعتماد به خودم نمی کنم، به کلام خودم نمی کنم، بلکه به روح خدا اعتماد دارم که هست و کار خودش انجام میده. آمین. دو هفته پیش بود در مورد کلیسای بیداری در دعا
هر کلیسایی که واقعا میتونم بگم یک کلیسای بیدار هست، یک کلیسایی هست که در دعا هستن، نه فقط رهبرای کلیسای شبانه، بلکه اصلا کلا کلیسا جمع میشن و دعا میکنن، شفاعت میکنن. و ما باید عزیزان باور کنیم زمانی که ما نجات پیدا کردیم و همینطور هم خدا مهربانی خودشو، بخشش خودشو به ما نشون داد، وفاداری خودشو نشون داد، فقط یک کلیسا یک مأموریت بزرگی از خداوند گرفته و همینطور نه فقط مأموریت بلکه اقتدار بزرگی گرفته. ما یک نقشه‌ای هست که خداوند از ابتدا داشت و الان ما اینجا هستیم که نقشه خدا رو به جا بیاریم. به این خاطر تو کتاب مقدس هم تو دوم قرنتی جاهای دیگه هم الان نوشته که ما ایلچیان خدا هستیم، ما سفیران خدا هستیم، یا ما سفارت آسمون در این دنیا هستیم. هر کشور یک سفارتی داره، نه؟ و زمانی که میخواییم ویزا بگیری باید بریم توی این سفارت که اینجا ویزا میگیری. الان خدا رو شکر هر کسی میخواد نجات پیدا کنه میاد توی سفارت کلیسا و اونجاست که کلام خدا رو میشنوه و اونجاست که نجات پیدا میکنه و اونجا پاس آسمونی رو میگیره. و مخصوصا که ما هم کلیسا هستیم، کلیسا یعنی نه فقط ما، اصلا کلیساها این اقتدار رو از خداوند گرفتن، حیات رو گرفتن که بتونیم مسیح رو و پادشاهی خدا رو در این دنیا نمایان بسازیم، نمایان کنیم. یعنی دنیاست که باید زمانی که به کلیسا نگاه میکنه باید اونجا از طریق رفتار، از طریق آرامش، از طریق رفتاری که با هم داریم و از طریق همینطور جمع میشیم و دعا میکنیم و این زنده بودن خدا رو نشون میدیم که بتونن واقعا این تفاوت رو ببینن. دنیا یک حیات دیگه داره و در کلیسا یک حیات، یک جامعه الهی هست. این مأموریت کلیساست، یعنی مسئولیتی که خداوند گرفت، خداوند به کلیسا داده. به این خاطر خیلی مهمه عزیزان، بعضی وقت که ما ایمان میاریم بعد از یک مدت همه چی دوباره یکم عادی میشه و ما دنبال زندگی خودمون قرار میگیریم. چیز مهمی هم هست الان اونجا باید بریم زبان یاد بگیریم و شغل رو یاد گرفت، آسپیلدونگ های هست، چیزهایی هست، این خیلی چیز نرماله. فقط ما باید فراموش نکنیم که تک تک ما یک مأموریت بزرگی از خداوند گرفتیم و باید بدونیم که کلیسا چه مکانی هست و خدا چی میخواد از کلیسا استفاده کنه، چی باید باشیم. و همینطور هم که زمانی که در یوحنا باب یک آیه از اونجایی که میگه از ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود، بعد از این کلام جسم که گردید و میان ما ظاهر شد، پر از فیض و راستی، جلال او رو دیدیم، جلال شایسته پسر یگانه پدر. هر کسی عیسی رو دید پدر رو دید. و الانم میخوام دوباره یادآوری کنم برای کسانی که شاید این کلام رو نشنیدن، کلیسای چیزی، یک بدنی هست، یک جامعی هست، نه ساختمون، جامعی هست که هر کسی که وارد کلیسا میشه و ما رو و شما رو میبینه و رفتارهایی که با هم دیگه داریم باید بدونن که عیسی مسیح زنده هست. پیروزی عیسی مسیح رو ما اینجا اعلام میکنیم، زندگی میکنیم. این پیروزی که عیسی مسیح در 2000 سال پیش آورد، این پیروزی رو به ما بخشیده و ما الان این پیروزی رو زندگی میکنیم. این پیروزی که در این دنیا نیست، ما هستیم روی همه مشکلات میتونیم غلبه پیدا کنیم، ما هستیم که میتونیم از آزادی به آزادی زندگی کنیم که به وسیله همون صلیب عیسی مسیح انجام میده. و عیسی مسیح فراموش نکنیم 2000 سال پیش این پسر خدا آمد در این دنیا، با شیطان جنگید و قدرت او رو شکوند، یا پیروزمند ظفر یافت، قیام کرد، در دست راست پدر نشسته و این پیروزی رو الان به کلیسا داده که این پیروزی رو در این دنیا زندگی کنیم و بقیه کارهایی که مونده که شیطان نابود بشه و افراد نجات پیدا کنن و ملکوت خدا دیده بشه به وسیله کلیساست. پس ما مأموریت بزرگی داریم. متوجه شدین؟ تند گفتم. عیسی پیروزی رو آورد، الان پیروزی رو به ما داد. ما این پیروزی رو الان باید زندگی کنیم و انجام بدیم. این سرزمین رو، این دنیا رو زیر تخت، زیر
پادشاهی عیسی مسیح بیاریم. پس یک مأموریت بزرگیه. هر خدمتی هم که ما اینجا انجام میدیم فقط یک قسمتی هست، یعنی یا شاید اینطوری بگم این خدمت ما که اینجا هستیم مرکز نباید باشه، بلکه ما باید نگاه کنیم این خدمت چطور میتونه تأثیر بذاره روی این دنیا. هر خدمتی هم میتونه باشه. الان اینجا که ما اینجا هستیم افراد زیادی هستن که اینجا خدمت میکنن، میز کتاب، انتظامات آشپزخونه هست، همه با هم همکاری میکنیم با هم دیگه، این جامعه الهی یا و همینطور هم همزمان هم با زندگی خودمون که پادشاهی خدا رو به این زمین بیاریم. و این پیروزی، من باید این پیروزی که عیسی مسیح 2000 سال پیش آورد، من باید این پیروزی رو زندگی کنم. و زمانی که همه با هم با این دید میریم جلو، خواهیم دید که اتوماتیک خدا شروع میکنه با معجزه آثار کارهای خودش رو انجام بده. پس اینجا ما یک مسئولیتی داریم، یک مأموریتی هست که خداوند به ما بخشیده. به این خاطر ما یک کلیسای اینجا، دو هفته پیشم گفتم کلیسا یک مرکز تفریحی نیست، یک باشگاه تفریحی نیست، یک کشتی لوکس نیست که اینجا عکسای این که چیز کردم، این کلیسا نیست. ما هم همینطور هم چیز نیستیم، زیر دریایی نیستیم. کلیساها بعضی وقت هستن که الان هیچ چیزی از میرن زیر اصلا آب، اصلا هیچ چیزی از او دیده نمیشه، هیچ تأثیری روی دنیا نمیذارن. و اون کشتی هایی که لوکس هستن اونجا فقط تفریح، اونجا همه میرن، اونجا هزاران پول میدن که بتونن اونجا لذت ببرن. یا و بعضی کلیساها اینطوری هستن که انسان مرکزه، همه چی دور انسان میچرخه. متوجه هستین؟ من، زندگی من، به من باید خدمت کرده بشه و من میخوام هنوز مستقل باشم، من میخوام خودم تصمیم میگیرم چی خوبه چی بده. هرچقدر از این درخت حیات الان عیسی مسیح خوردن، هنوزم برمیگردم به این درخت معرفت نیک و بد، از اون میخورم و میگیم که برای من میخوام با فکرهای خودم زندگی کنم. این میشه این کلیسا که هیچ جلالی نشون نمیده و هیچ پادشاهی نمیاره. و ما کشتی چی هستیم؟ ما کشتی نجات هستیم. یا اینجا که نگاه میکنیم این معمولا ما هستیم که تمام افرادی که اونجا الان عکسایی که چیز کردم پیدا کردم که اونجا تو این آبهای این دنیا غرق شدن و هیچ شانسی هم ندارن، پیامم رو نشنیدن، شیطان کر و کور کرده، حتی بشارت میخوایم بدیم اصلا گوش نمیکنن، میخندن، مسخره میکنن. این همه تقریبا افرادی هستن که در دریا اونجا غرق شدن. متوجه هستیم؟ و ما هستیم و کلیسای واقعی که کلیسای دعایی باید باشه، این کلیسای نجات باید باشه که ما در یک حرکتی هستیم و هدف ما اینه که آوردن پادشاهی خدا. اینا به وسیله اینه که انجیل رو ما پخش کنیم. هر شخصی که ایمان میاره به عیسی مسیح از زیر دست شیطان خلاصی پیدا میکنه، مسیح میاد در اونجا قرار میگیره و عیسی مسیح از او شاگردی میسازه و یواش یواش این دنیا زیر تسلط عیسی مسیح میاد. این هدف ماست. به این خاطر هر جایی که الان توی صندلی کلیسا نشستین یا تو خونه های خودتون نشستین، تو هر کلیسای دیگه نشستین، توی کلیسا، به هر حال اینجا فقط جای تفریح نیست. ما به هر حال خادمین کلیسا خدمت میکنن، روان درمانی میکنن، کمک میکنن، تعلیم میدن، همه کارا رو انجام میدیم برای یک هدف. به این خاطر زمانی که پولس در این افسوسیان باب 6 آیه 12 تا 13 اینجا که صحبت میکنه، زیرا که ما را کشته گرفتن با خون و جسد نیست، بلکه با ریاست ها و قدرت های جهانداران این ظلمت و با وجای روحانی شرارت در جاهای آسمونی. اینجا میگه که کلیسا، پس الان ما اینجا در یک جای هستیم مثل یک جنگی هست. هستین اینجا؟ تفریح نیست. زمانهای تفریح هم هست که میتونی برین اورلاب. فقط قلب شما، یعنی قلب تک تک ما، باید اینطوری بگیم ما در حال جنگ هستیم. این دنیا مال عیسی مسیح، مال خداست. شیطان آمده به خاطر گناه زیر تسلط خودش آورده و الان عیسی مسیح آورده، سر شیطان رو کوبیده، رفته، روح القدس رو به ما بخشیده، گفته الان ای بشریت، الان این افسار رو بردارین و برین و این دنیا رو به دست شما بگیرین، این مال شماست.
پس ما یک مأموریتی داریم. به این خاطر اینجا خود پولس میگه که یه جنگ هایی هستن، نیروهای تاریکی هستن و مخصوصا اینا هم هستن که بعضی وقت هست که اونقدر مشکلاتی تو زندگیمون میارن که ما سوس میشیم دیگه. جنگ بابا من حوصله ندارم، جنگ چه جیبی تو این دنیای زندگی گذشته اونقدر جنگیدم دیگه خسته شدم، دیگه میخوام یکم اینجا استراحت کنم. اوکی باشه، یه زمانی هم هست که میتونید استراحت کنین، فقط باید به هر حال بدونین که یک مأموریت بزرگی داریم و یک خواندگی سماوی هست. چه افتخاری میکنم از واقعا به شما میگم، هر موقعی که مخصوصا صبحایی که بیدار میشم دوباره میگم که مرسی خداوند امروزم یک روزی هست، امروزم صدای دعوت سماوی تو رو میشنوم. این سرود این که میخونیم در حضورت میایم با شادی در قلبم، چون انجیل پادشاهی خودت رو گذاشتی در قلب من. تو منو خواندی با یک خواندگی بزرگ، نه نجات بدی. یک روز من ارث خواهم برد، تمام کهکشان، تمام هستی تو، هر چیزی که به وجود آورده، من یک روز ارث خواهم برد. این خواندگی ماست، برای این ما نجات پیدا کردیم، از اول فکر خدا بود. و مرسی خداوند امروز هم یک روزی هست که نزدیکتر به این چیز میشم. به این خاطر الان هر چیزایی که میخواد منو خاموش کنه، منو بخوابونه و منو مثلا به هر حال از هدف دور کنه، نه خداوند نمیخوام، بلکه واقعا میخوام اعلام کنم که امروزم تو هستی که منو هدایت کنی. این یک کسی هست که واقعا فهمیده خواندگیشو و میخواد. افرادی هستن که میفهمم و نمیخوان، فقط نمیدونم. من فکر میکنم یک کسی که مکاشفه رو گرفته هیچ موقع نمیتونه خاموش بشینه، نه؟ یک کسی که عاشق شده نمیتونه بگه نه من تصمیم میگیرم عاشق نشم. یکی که عاشق شدی، عاشق شدی. آمین. که عاشق عیسی مسیح هستی و دعوت سماوی خدا رو قبول کردی و باور میکنی، دیگه یک آتشی در تو میجوشه. بعضی وقت هم که حتی در خاموش شدن اصلا خدا از یک کسی، یک برادر، یک خواهر، یک شبان، یک چیزی سیخونک هایی میذاره دوباره ما رو بیدار کنه. آمین. به این خاطر کلیسا باید پیروزی عیسی نمایان سازد، کلیسا باید پادشاهی خدا رو نمایان سازد. برای این ما خوانده شدیم، این از طریق پیروی کردن عیسی، شاگردسازی بشارت و دعا، دعای ما اتفاق خواهد افتاد. و ما اینجا دعا رو خیلی کم میبینیم، ارزشش رو کم میبینیم. و یکی از این بزرگترین سلاح ما دعا و شفاعته. کسی هست بگه آمین؟ یه اسلحه هست، مثل اینکه خدا به تو یک مسلسل داده و همه چیزم که الان مسلسل خیلی کمه، یه بمبی داده که با این میتونی واقعا کارهای شیطان رو، نه برادر خواهر رو، بلکه دشمنهای خودت رو از بین ببری، که نیروهای تاریکی، دیوها اینطوری چیز هستن. یا بعضی وقت هست که همدیگه رو میکشیم. برحال ما این در مورد این چیز نیو هم صحبت کنم. و با دعا وارد جاهای آسمونی می شویم و همراه با فرشتگان خدا که در کنار ما ایستادن دشمن را عقب می دازیم. زمانی که ما دعا می کنیم عزیزان، در روح وارد آسمون می شیم، متوجه هستین؟ و اونجا فرشته های خدا هستن که دستور رو گرفتن پادشاهی خدا رو در این دنیا بیارن. و خدا از ما فرزندان خودش رو استفاده میکنه به وسیله دعا. فقط گفتم که پیروی کردن عیسی مسیح اینم هست، ما باید همینطور عیسی رو پیروی کنیم و همینطورم که گفتم که شاگردسازی بشارت دادن. فقط دعا یه چیزی هست که به هر حال مثل این که موتورشه، که با این دعا شروع میکنیم عمل کردن، چون شاگردسازی هم ربطی به دعا هست. زمین که میخوای شاگردسازی عیسی مسیح پیروی کنی، دائما باید در حال دعا باشی دیگه، نه؟ اگه میخوای بری بشارت بدی، به هر حال ما دعا میکنیم که خدا سرزمین رو آماده کنه، زمانی که میخوایم بشارت بدیم افراد واقعا بشنون. پس ما باید نگاه کنین عزیزان، امروز میخوام شاید از این زاویه به شما نشون بدم که امروز صبح در دعا
اینطوری گرفتم که واقعا ارزش دعا رو بدونیم که زمانی که ما دعا میکنیم در این زمانی که در روح واقعا دعا میکنیم در این دنیا نیستیم، ما میریم در جاهای آسمونی و همینطورم که گفتم همراه با فرشتگان خدا و روح خدا که اونجا هست شروع میکنیم تأثیر گذاشتن، آسمون رو شروع میکنیم تکون دادن، اتفاقاتی هست میفته. این نیست که فقط ما دعا میکنیم و اونجا خدا یه کارهایی میخواد باید انجام بده، یعنی اینجاست که ما با خدا همراه با خدا و همینطور هم با فرشتگانه زمانی که ما دعا میکنیم خدا شروع میکنه به حرکت کردن، خداست که دستور رو میده. این سرباز رومی رو میدونین نه؟ زمانی که یه سرباز رومی بود که آمد پیش عیسی مسیح میگه که غلام من چیه؟ مریض فلج، بیا تو خونه من رو نجات بده. نه نگفته بیاد، گفت فقط اینو گفته مریضه. بعد از این عیسی مسیح گفته باشه من با تو میام، گفته نه احتیاج نیست بیای، چون واقعا من لیاقتش رو ندارم. چیز سرباز رومی بود، یعنی واقعا یک مقامی داشت، فقط خودش رو فروتن کرد، گفته که من لیاقتش رو ندارم. خیلی جالبه بعد از این که میگه که یک کلام از تو، یه سخن از تو کافیه، غلام من که 20 کیلومتر اونجا، تقریبا 20 کیلومتر نمیدونم، شاید 30 کیلومتر هم باشه، اونجا مریضه و شفا میگیره. بعد از این توضیح میده، میگه که چون منم الان سربازی هستم یا سرهنگ هستم و افرادی یا زیر یک اقتدار زندگی میکنم و همینطورم سربازایی دارم و به این سربازا میرم برو میره، بیا میاد. این سرهنگ متوجه شده بود روش خدا، میدونست که عیسی مسیح خودش زیر خدای پدر در مطیع اوست و همینطورم اقتدار داره و فرشتگانی هستن، همینطورم روح خداست که زمانی که دستور میده اتفاقاتی میفته، مثل واقعا سلسله مراتب که هر ارتشی که اونجا هست یه جنرالی هست، بعد از این سرهنگ، بعد از این نمیدونم سپاه، بعد از این سربازان. و میگه که یه سخن از تو کافیه، غلام من شفا میگیره. بعد از این عیسی مسیح میگه، یعنی واقعا تعجب کرد، گفته حتی این تولید ایمان در اسرائیل هنوز ندیدم، یه کسی که فهمیده اتفاقاتی میفته. الان نگاه کن، نه فقط رفت پیش او خواهش کرد، تقریبا مثل مثالی هستن که ما میریم پیش عیسی مسیح سوال میکنیم، یه خداوند خواهش میکنم این کار رو انجام بده، یا خواهش میکنم الان در این قسمت الان چی مربوط به خودته یا مربوط شفاعت برای کشور خودت، برای همسر خودت، برای خانواده خودت. همینطور که هست میگه یک کلام عیسی مسیح از تو کافیه و اتفاقاتی میفته. هر کلیسا، و اینم میبینیم تو مکاشفه هم که در موردش هم صحبت میکنه برای هفت کلیسا، هر کلیسا فرشته های خودشو داره، خداوند دستور داده در هر کلیسا هم باشه فرشته هایی باشن این کلیسا رو محافظت کنن، کمک کنن، راهنمایی کنن. و زمانی که ما یک ماموریتی برمیداریم و شروع میکنیم به دعا کردن، شفاعت کردن، این فرشته ها شروع میکنن به عمل کردن، همزمان پرستش هم میکنیم، همزمان هم به عیسی مسیح دعا میکنیم، خداوند خواهش میکنیم این کار رو انجام بده. همینطور که کلیسای اول که میبینیم که زمانی که پتروس توی زندان افتاده بود، کلیسا جمع شده بود، با یک دل شروع کردن به ای خداوند الان صدای ما رو بشنو، الان خداوند این سرورای این کشور نمیدونم چی میخوان، الان تو نام تو رو برمی‌افرازیم. و خدا شنید و شروع کرد، یه زلزله آمد، روح القدس آمد، شروع کرد همه رو پر ساخت که بتونن با شجاعت بتونن انجیل رو پخش کنن. پس میبینیم یه اتفاقی پس میفته.
پس فرشته ها هستن که کلیسا رو و خواندگی یک کلیسا داره و همینطور با دعا و شفاعت میریم جلو، حمایت کنن، کمک کنن، راه رو باز کنن که بتونیم این پیروزی رو بیاریم. و کلیساهایی هستن که میتونم بگم این فرشته ها بیشتر آربایسلوز هستن. چی میان؟ بیکار هستن. واقعا فرشته آنجا نشسته سب میکنه، میگه چه کاری نیست اینجا، هیچ کسی دعا نمیکنه، عملی نمیتونیم انجام بدیم، هر کسی دور خودش میچرخه و پشت هم، الان بگیم که پشت هم صحبت نمیکنم، مثل اینکه الان ما خیلی خوب هستیم، فقط کسی دعا نمیکنه. پس دعا نمیکنن چه کاری کنن؟ ای عیسی مسیح در این کلیسا چه کار کنیم؟ عیسی مسیح نگاه میکنه، نمیدونم، هنوز دعا نکرده، نمیدونم چه کاری بکنیم. نمیتونی یه کاری انجام بدی؟ نه، من صبر میکنم که این کلیسا بطلبه که بهش بدم. هیچ چیزی نمیخوان، همه راضی هستن. گوش میکنین؟ خدا نمیتونه کار کنه. خدا این قول رو داده که ما دعا کنیم که خودش عمل کنه. و فرشته‌ها هم صبر میکنن که خدا عیسی مسیح یه دستور رو بده. دستور هم نمیتونه بگه، چون کسی دیست دعا میکنه بدون ویزیون، بدون اصلا هدفه. یا بعضی وقت هست که کلیسا هستن اونقدر مشغول کارهای خودشون، اونقدر مشغول هستیم که همه چی رو، تمام جلسه ها رو خوب انجام بدیم، فقط هیچ تأثیری روی دنیا نمیذاریم. دوباره فرشته ها فقط در حال اینجا محافظت کنن که حداقل یه لطمه‌ای به شما نخوره، یعنی به ما نخوره، فقط تأثیری نمیذاریم. در عبرانیان با به یک آیه 14 میگه که آیا همگی ایشان، یعنی فرشتگان، روح‌های خدمتگزار نیستند که برای خدمت آنان که وارث نجات خواهند شد فرستاده میشوند؟ تمام فرشته ها، الان هر شخصی هم یه فرشته مخصوصی هم داره و همینطور هم کلیسا هم فرشته های مخصوصی داره، اونا فرستاده شده که ما رو در این مسیر هدایت کنن، کمک کنن، خدمتگزار ما هستن. یا در متی باب 26 آیه 53 اینجا میگه که زمانی که عیسی مسیح روی باغ گتسمانی بود و زمانی که اومدم اون رو در چی میگن درگیر کنن، چی دستگیر کنن، میخواستن دستگیر کنن و همینطور چیز پتروس بود، شمشیر رو برداشت، می‌خواست یه کاری انجام بده، اونجا بجنگه. بعد از این عیسی مسیح میگه که مگه نمیدانی که من میتوانم از پدر خود بخوام که پیش از 12 لشکر از فرشتگان را به یاری من بفرستد؟ الان 12 تا چی؟ چقدر؟ 12 لشکر، الان یادم نیست لشکر چقدر چند نفر بودن، شاید مثلا بگم که 150,000 فرشته اونجا بالا اینجا ایستاده، عیسی مسیح پایین، 150,000 نفر، این 150 تو پارانتز بذارین، نمیدونم، فراموش کردم لشکر چقدر، منتظر هستن. الان پدر فقط باید دستور بده و دستور نمیده، چون اراده خدا نیست. عیسی مسیح باید دستگیر بشه، باید بره بمیره روی صلیب. آمین. پس اینجا میبینین که فرشته ها هستن، منتظر هستن، فقط پدر گفته که نه، الان یک کار خیلی مهمتر باید اینجا انجام بشه، اگر نه این دنیا نجات پیدا نمی کنه. من این فرشتگان رو نمیفرستم اینجا بدون کمکش کنم. و بعضی وقت هم اینطوری هم هست، با ما هم خدا اینطوری رفتار میکنه. پس میبینیم که فرشته هایی هستن که منتظر هستن که دعای ما دیده بشه. همینطور هم میتونیم نگاه کنیم به الیشا. زمانی که الیشا اونجا در دوم پادشاهان باب 6 آیه 17 اینجا برحال از کشور چیز دشمن ها آمده بودن، کشور کدوم بود؟ داماسکوس آرام بود، یا آمده بودن اونجا و داستانش نمیخوام تعریف کنم، فقط اینجا قاضی یه چیزی داشت، یه غلامی داشت، اون شروع کرد به ترسیدن که الان اینا آمدن وای چی میشه، یه لشکر بزرگی بود از آروم. بعد از اینجا
دعا میکنه و الیشا دعا کرد، گفت ای خداوند چشمان او رو بگشا تا ببیند. پس خداوند چشمای خادم را گشود و او دید که اینک کوهای اطراف الیشا از سواران و عرابه های آتشین پر است. الیشا یک خادم خدا بود، یک پیامبر خدا بود و دشمن آمده بود حمله کنه و ایلیا میتونست ببینه. میگه که دعا میکنم نگاه چشمای قلبش رو باز کن که واقعا ببینه. پس اینجا میبینید که فرشته هایی هستن، خادمین خدا هستن که آمدن اونجا خدمتگزار ما هستن که به ما خدمت کنن که پادشاهی خدا رو جلو ببریم. ما این اقتدار رو گرفتیم، فقط ما احتیاج به کمک داریم که کمک از طرف خداست. یعنی ما دعا میکنیم، عیسی مسیح دعا رو میشنوه و همینطور هم دستورات رو به فرشته ها میده، همینطور هم روح خدا همزمان هم کارهای خودش رو انجام میده که قلبا رو باز میکنه، گوشا رو باز میکنه و همینطور اینطوری دعای ما به هر حال به یه جایی میرسه که واقعا اتفاقاتی بیفته. به این خاطر میخوام درست متوجه بشیم این دعا فقط نمیره اونجا، فقط صدات میره اونجا الان یه کسی از که اونجا باید کار کنه. خدا تمام آسمون رو تکون میده که اراده خودش انجام بده و هر چقدر ما با اراده خدا دعا کنیم عزیزان، مطمئن باش این دعای ما شنیده میشه، مخصوصا زمانی که با یک دل با اتحاد جمع میشیم و شروع میکنیم اراده خدا انجام بشه. مطمئن باشین انجام خواهد شد. زمانی که نگاه میکنیم به دانیال هم همینطور درد میکشید از قوم خودش، بعد از این واقعا رفت توی 21 روز توی دعا و روزه و زمانی که شروع کرد به روزه گرفتم خودش هم اصلا اطلاع نداشت، شروع کرد به دعا کردن. بعد از 21 روز جابریل آمد و اونجا نسید اینو میتونی بخونی در دانیل باب 10 اینجا میگه که اما فرشته‌ای که بر کشور پارس حکمرانی میکند 21 روز با من مقاومت نمود و مانع آمدن من شد. سرانجام میکائیل که یکی از فرشتگان اعظم خداست به کمک من آمد. من توانستم به اینجا بیایم و به تو بگویم که در آینده برای قوم تو چه حادثه‌ای رخ می‌دهد، زیرا این رویا را که دیدی مربوط به آینده است. آمین. این خیلی زیبا این تصویر رو به ما میده. الان ایلیا دانیال درد می‌کشه از وضع قوم خودش. یعنی یه چیزی هست که دعای خودخواهی نیست، یه دعایی هست که واقعا برای کشور خودش بود. حالا ما میتونیم همینطور کشور خودمون ایران باشه، میتونه همینطور هم خانواده ما باشه، میتونه همینطور آلمان هم باشه. یه دردی هست ما میکشیم، حالا دردی هست برای کشورمون ایران افغانستان میکشیم که نجات پیدا کنن. شاید هم همینطور دردم هم میتونه باشه. خداوند واقعا باید در این مکانی ما هامبورگ هم زندگی میکنیم، خداوند فساد هست، دروغ هست، نمیدونم واقعا شیطان یه کارهای خودش رو، ما میخوایم خداوند کلیسای ما الان در این محل هست استفاده بشه که واقعا بتونیم در این کشوری که ما اونجا هستیم که پادشاهی رو پیش ببریم، افراد رو نجات بدیم. ما فقط خوانده نشدیم ایرانی ها رو افغان ها رو نجات بدیم، ما خوانده شدیم تمام امت ها رو بشارت بدیم و همینطور پادشاهی خدا رو اونجا اعلام کنیم، انجیل پادشاهی خدا رو موعظه کنیم. و زمانی که دانیال اونجا شروع کرد به درد کشیدن، روزه گرفت و دعا کرد، همون اولین روز اینجا میگه که زمانی که اما فرشته‌ای که بر کشور پارس یا یعنی که 21 روز با من مقاومت کرد، زمانی که قبل از اینم نوشته بود زمانی که تو شروع کردی به دعا کردن من شروع کردم به عمل کردن. زمانی که رفت روی زانو بگه ای خداوند، مثل که آسمون تکون خورد و میکائیل شروع کرد
و جابریل میخواد الان بیاد چه کار کنه، میخواد بیاد پیش دانیال اونجا سر راز خدا رو میخواد بهش بده. و زمانی که میخواد بیاد یه جنگی به وجود آمد و این جنگ کی بود؟ کشور بر کشور پارس حکومت، یعنی کشور همون ایلام یا پارس بود. که پس میبینیم که فرشته هایی هستن روی کشورها که حکومت میکنن. هر کشوری که در این دنیا هستن اونجا فرشته های اصل یا فرشته های که مقام بزرگی دارن روی کشور حکومت میکنن. و زمانی که اینجا شروع کرد، به هر حال اونا شروع میکنن به مبارزه کردن که مبادا کار خدا در این دنیا انجام بشه. و میگه 21 روز جنگ بود. بعد از این میکائیل آمد، فرشته عظیم آمد به من کمک کرد که من بتونم، یعنی راه رو باز کرد که من بتونم بیام پیش تو. الان من آمدم به تو بگم که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. پس متوجه میشیم که در آسمون چه اتفاقی افتاد؟ از ما که شروع میکنیم به دعا کردن با این علاقمندی، با این ماموریت، با این درد و رنج خداوند، چرا کلیسای ما اینطوری است؟ چرا کلیسای ما بیدار نیست؟ چرا در کلیسای ما دعا نیست؟ خداوند فرشته ها چه کاری میکنن در این کلیسا؟ در حال فقط آشتی کردن هستن؟ و زانوی با هم جمع میشیم و زانو میزنیم و شروع میکنیم به دعا کردن، اونجا در آسمون جنگی به وجود میاد. چون فرشته هایی هستن که این کلیسا رو، نه فقط میگم کلیسای ما، اصلا کلا کلیساها رو بستن که مبادا روح خدا بتونه اونجا تاثیر بذاره. ما بعضی وقت میایم اینجا جمع میشیم، من میتونم میگم روح القدس بیا، خدا من روح القدس بیا، منو پر کن، منو پر کن، بر پر کن. باشه، خدا میاد اونجا لمسایی به ما میکنه، بعد اتفاقاتی نمیفته، خیلی کم میفته، درسته؟ معمولا اینقدر با سالهای پیش اونجا دعوت کردیم، اومدن دعا کردن، دستگذاری کردن، افراد افتادن، پر شدن، فقط آخر باید به یه جایی برسیم که کلیسا باید کلیسای دعا باشه. کسی که لمس شده به آتش خدا نمیتونه نیاد برای دعا، بلکه مخصوصا اون موقع نشانه اینه، بیداری اینه که الان ما باید جمع بشیم، باید با هم با اتحاد یک دلی دعا کنیم. هر چیزی که نسبت به ما، هر مشکلایی بین من و با شماست، باید همه چیز رو زود حل کنم که من با شما اتحاد پیدا کنم. تمام فکرهای منفی، بخشش، همه چیز رو باید انجام بدم که واقعا درست بتونم بایستم با شما بتونیم دعا کنیم، که اون موقع هست که خدا دعای ما رو میشنوه. اگه دو نفر یک بشن برای یک چیزی دعا کنن، من خواهم شنید و انجام خواهم داد. این قول خداست. و مخصوصا در این زمان آخر عزیزان، کار شیطان اینه. به هر حال الان کرونا رو بگذاریم کنار، کرونا همینطور میتونم بگم خدا استفاده کرد که واقعا بیداری هم حتی به وجود بیاره، یعنی افرادی که بیشتر وقت برای خداوند بذارن. فقط میگم یه قسمتی هست که چون شیطان هم خیلی خوب میدونه که زمانی که ما شروع میکنیم به دعا کردن، در آسمون جنگ هایی به وجود میاد. پس چه کاری میکنه؟ اونقدر ما رو مشغول میکنه به کارهای دیگه که هیچ موقع وقتش رو برای دعا نداشته باشیم. زمانی هم که برای دعا میاییم خسته هستیم. فقط یه دو تا سه تا چیزایی میگیم و آخر میگیم خدا رو شکر کی تمام میشه. دوباره پاستا دوباره یک سرودی خوند. چرا ما دعا میکنیم برای افراد، بشارت میدیم، افراد ایمان نمیارن؟ چون شیطان کر و کور کرده افراد رو، قلبشون سفت کرده، نمیتونن بشنون، یا میشنون نمیفهمن. و زمانی که ما شروع میکنیم به دعا کردن، شفاعت کردن، فلقی چی میکنیم؟ ما با جنگ ما با خون و جسم نیست، بلکه با ریاست ها و چی بود؟
ریاست‌ها و قدرت‌های و قدرت‌ها و جهانداران این ظلمت و فوج‌های روحانی شرارت در جاهای آسمانی. زمانی که عزیزان ما شروع می‌کنیم به دعا کردن، شفاعت کردن، باید باور کنیم اول که اتفاقاتی میفته و خدا روح القدس همزمان با فرشته‌ها در حال عمل هستن که گوشایشون، فکراشون، خیالاتشون، دروغهاشون بشکنه، آماده کنه که زمانی که انجیل رو میشنون باور کنن و نجات پیدا کنن. این در دوم قرنتیان باب 10 آیه 4 تا 6 رو اینجا نوشته: زیرا اصلی جنگ ما جسمانی نیست، بلکه نزد خدا قادر است برای انهدام غله ها که خیالات و هر بلندی را که خود را به خلاف معرفت خدا می افرازد به زیر می افکنیم و هر فکر را به اطاعت مسیح اسیر می سازیم. یعنی یه جنگی هست که ما انجام میدیم که تمام دروغ ها، عیسی مسیح پسر خدا نیست، این دروغه. و زمانی که ما شروع میکنیم به دعا کردن، شفاعت کردن و این دروغ ها رو، این تمام چیزایی که شیطان اونجا تو فکرشون اونجا ساخته، نابود میکنیم و اونجا فیض خدا میاد، این شخص میتونه پیام رو بشنوه. آخرش به هر حال آخرش باید این شخص خودش تصمیم میگیره. فقط ما هستیم فلقی شروع میکنیم به جنگیدن، آماده کردن قلب ها. افرادی هم هستن که اونقدر زیاد دیگه از دین و مذهب دیگه خسته شدن، دیگه همه چی رو گذاشتن کنار. اینجاست که ما دوباره باید شروع میکنیم اعلام کردن. و توی کلیسامون سالهای پیش خیلی زیاد دعایی داشتیم که اعلام میکردیم این دروغها رو در نام عیسی مسیح، واقعا نمیتونه در نام عیسی مسیح میکنیم. سرودهایی هم که ما داریم که خیلی الان توی این دو سه سال چهار سال اصلا نخوندیم: ای خداوند برخیز، ای خداوند برخیز، بعد از این میگی روی نمیدونم کنترل در نام عیسی مسیح نابود میکنیم، روی افسردگی نابود میکنیم. یعنی واقعا مثل یه جنگی هست. امروز نمیتونیم بخونیم، فقط توی شاید پنجشنبه ها زمانی که جمع میشیم برای دعا کردن اونجا خواهیم این سرودها رو چیز کرد، خوند، که واقعا این اتفاق بیفته. و مخصوصا هم اونجاست که نتیجه ها رو خواهیم دید. الان ما خیلی کم، شاید دعایمون کم شنیده میشه، چون واقعا در این اتحاد یک دلی شاید اینطوری نیستی. به هر حال اینجا میگه که به زیر میافکنیم و هر فکر را به اطاعت مسیح اسیر میذاریم و مستعد هستیم که از هر چی؟ میتونی بخون. زیرا اسلحه جنگ ما جسمانی نیست، بلکه نزد خدا قادر است برای انهدام قلعه ها که خیالات و هر بلندی را که خود را به خلاف معرفت خدا می افرازد به زیر می افکنیم و هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر می سازیم و مستعد هستیم که از هر معصیت انتقام جوییم وقتی که اطاعت شما کامل شود. آمین. این وظیفه یک کلیساست که ما زمانی که مجمع میشیم. همینطور ادامه پولس که در باب 6 افسسیان اینجا در موردش صحبت کرده، گفته زیرا که ما رو کشتی گرفتن با خون و جسیم، در مورد اسلحه تام خداوند صحبت میکنه. بعد اسلحه تام خداوند نمیخوام، بعد از این از آیه 8 18 بعد میگه و ادامه میده: و با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید و برای همین به اصرار و التماس تمام به جهت همه مقدسین بیدار باشید. این پس یک مردی هست که واقعا میدونه در حال جنگه، به این خاطر میگه که الان تمام وقت دعا کنین، التماس کنین، شفاعت کنین برای همه و هر وقت در روح دعا کنین و برای من نیز که تا کلام من به من عطا شود تا با گشادگی زبان سر انجیل را به دلیری اعلام نمایم.
پس اینجا میگه که دعا کنیم، ما برای این باید اینطوری مخصوصا که اینجا هستیم که دعا کنیم. زمانی که شروع میکنیم برای همه دعا کردن، برای مشکلایی که الان هست و دعا کردن، برای گم شده این که دعا میکنیم و همینطور هم خداوند مخصوصا برای ما هم دعا میکنیم، به ما شجاعت بدی خداوند، روح خودت رو به ما ببخشی، کار بشارت رو باید انجام بدیم، اینو میخوام با شجاعت انجام بدیم. به این خاطر خداوند ما اینجا جمع شدیم، ما رو پر کنی از روح القدس. نمیدونم فکر میکنید روح القدس عیسی مسیح این دعا رو میشنوه؟ میشنوه یا نه؟ چرا؟ چون هدف اوست. زمانی که اینجا جمع میشیم و میگه خداوند منو پر کن، من یه انسان ترسی دارم، من میترسم از انسان، خداوند خواهش میکنم به من این روح، این خدا ترسی رو به من ببخش که زبان من باز بشه، زمانی که میخوام با افراد صحبت کنم با شجاعت بتونم صحبت کنم. خداوند دعا میکنم این خجل رو از من برداری که بتونم هر جایی که هستم خجالت نکشم. پاستور برای من دعا کن، من میخوام برم اونجا، فقط ضعیف هستم، کمک کن. این دعایی هست که خداوند میشنوه. و زمانی که اینجا جمع میشیم با هم دیگه و همینطور یه کسی میاد که برای من دعا کنین، همه با هم جمع میشیم و دعا میکنیم، دستگذاری میکنیم، مطمئن باشین روح القدس قدرت رو خواهد داد. خداوند خواهش میکنم عطای روح القدس به من ببخش که بتونم زمانی که با افراد صحبت میکنم که بتونم خداوند نبوت کنم، بتونم قلبای فکرایشان رو بخونم و بتونم اونجا کمکشون کنم. این وارد یک جنگی میشین و زمانی هم که میبینم و میدونم که کلیسا پشت منه و منم همینطور پشت کلیسا هستم، مطمئن باشین خدا کارهای انجام میده و این فرشتگان از این بیکاری بیرون میاد و شروع میکنه به حمله کردن، شروع میکنه به کار کردن و اون موقع میتونیم بگیم که یک کلیسای زنده هست، چون فرشته ها در حال فقط عمل هستن. و بعد از اینا خداوند میگه که این کلیسا واقعا در حال آوردن پادشاهی خدا، یه 10 تا لشکرهای دیگه هم احتیاج دارن، چون کار بزرگه. و همینطور هم ما زمانی که شفاعت هم میکنیم، دعا میکنیم، همینطور هم دعای نبوتی هم هست که در حزقیاب 37 هم که اونجا فقط یه قسمتش اونجا که خداوند به چیز به حزقیال میگه که چی میبینی؟ میگه استخون میبینه، میگه که اعلام کن این استخونا جمع بشن با هم. بعد از این گفته که خود خدا میتونست این کار رو انجام بده، درسته؟ فقط خدا گفته تو، چون خدا ما رو انتخاب کرد از ذهن ما باید بگیم، ما باید اعلام کنیم. یا زمانی که ما دعا میکنیم خدا شروع میکنه عمل کردن، و زمانی که با تمام دل میطلبیم خودم انجام میده. فقط اگه زمانی که فقط یه چیزی میگم فقط تو قلب من نیست، خدا عمل نمیکنه. خدا عمل میکنه زمانی که این دعایی که میکنی با اشتیاق تمام دعا میکنی و میخوای این دعا رو که خداوند میشنوه. ای خداوند منو بیداری به من بیداری بده، خدا نمیشنوه. پس زمانی که زانو میزنی و میگی که بیداری نده، من میمیرم خداوند، من احتیاج دارم، این کلیسا الان هر جایی که الان هستی خداوند واقعا احتیاج داره و منم اینجا ایستادم، از من شروع کن. و همینطورم هم هر روز برای این دعا میکنین، این دعاهایی هست که خداوند میشنوه و میگه که اینجا میخوام عمل کنم. یه کسی واقعا بیداری میخواد، حق خودش رو نمیخواد بلکه بیداری میخواد. موافق هستین؟ و چون برحال همینطور که گفتم شیطان بزرگترین اسلحه‌ای که ما داریم میدونه، به این خاطر همه کارا را انجام میده، اونقدر ما رو مشغول میکنه که مبادا آسمون رو تکون بدیم، مبادا فرشتهان شروع کنن به عمل کردن. به این خاطر خیلی کلیساها مشغول اونقدر زیاد کار خودشون هستن و زمانی هم که دعا میکنم فقط ما، کلیسای ما، همه چی آروم باشه، همه چی خوب باشه، چیزی بدی نیست. برای این چیز میتونیم دعا کنیم، فقط به هر حال ما باید از تمام زاویه‌ها نگاه کنیم. و اگر پادشاهی خدا رو ما نمیبریم با این دعاها، پس یه جایی لنگ افتادیم. این یک کلامی هست عزیزان که مطمئن هستم خدا میخواد با تک تک ما صحبت کنه که این قدرت دعا رو دعا
درست دوباره به جلوی چشمون بیاریم. خدا عزیزان، عیسی مسیح، روح القدس منتظر دعای توست که با تمام اشتیاق دعا کنی. امروز هم میخوام همینطور که فکر کردم نمیخوام الان من اینجا دعا کنم، امروز هم همون پرستش رو یکم کوتاه کردیم، الان میخوایم دوباره وارد پرستش بشیم و میخوایم سه تا مطلب هایی هست که میخوایم دعا کنیم. اول یک سرودی میخونیم و بعد از این سرود قسمت اول دعا برای دل خودت، برای بیداری قلب خودت یا برای خانواده خودت. یعنی دوست دارم واقعا خودت آزاد احساس کنی، میتونی بیان اینجا زانو بزنین. فقط زانو زدن مهم نیست، یا یعنی فکر نکن زانو زدی الان اتفاق میفته. زانو زدن مربوط به قلب تو. زمانی که میای اینجا میگی خداوند واقعا زانو میزنم، واقعا احتیاج دارم، من میخوام، قلب من الان واقعا خسته هست، من دور شدم از تو، خشکیه و اشتیاق برای تو ندارم و فقط دور خودم میچرخم، بیا اینجا. قسمت اول سرود میخونیم، بعد از این شروع میکنیم همه با هم اینطوری دعا بکنیم و نیازهای خودت رو به حضور خداوند بیار و برحال هر چطور روح القدس هدایت میکنه. بعد از این قسمت دوم میریم توی پرستش و دوم اینه که برای دعا برای تجدید حیات کلیسا و کلیساهای دیگه. الان فقط ما نمیخوایم فقط برای کلیساهامون، اصلا کلن کلیساهای خداوند، که خداوند بیداری بیاری در کلیساها. همینطور هم ما همه بدن مسیح هستیم، یا همه عطاهایی گرفتیم و خداوند دعا میکنیم در این قسمت که کلیساها بدن تو، واقعا تمام سلولای بدن تو یا تمام اعضای بدن تو جایگاه خودشون پیدا کنن، عطاهای خودشون پیدا کنن، که همه با همدیگه بتونیم اینجا تو رو در این دنیا نمایان سازیم و همینطورم پادشاهی خود رو ببریم. و قسمت سوم بعد از این میتونیم برای دعا برای ایران و افغانستان و اصلا کلا ملت‌ها دعا کنیم. چیزی که تو خدا تو قلب تو گذاشته برای اون کشور، واقعا زمانی که میگم که برای ایران میخوایم دعا کنیم، یا میتونین همینطورم برای این کار مدیایی که ما انجام میدیم که افراد نه فقط ما، اصلا کلیساهای دیگه تمام دنیا الان اونقدر همه با اینترنت چیز هستن، این اینستاگرام و موعظه هایی هست، خدا از همه جا استفاده کنه. ما نمیخوایم فقط تمرکز به کلیسای خودمون بکنیم، کلا کلیسای جهانی بکنیم. خدا من از همه چیز، کانال محبت، کانال نجات، از همه چی استفاده کن، کلام تو همه جا پخش بشه و قلبای هموطنهای خودمون، ایرانی ها، افغانی، تاجیکی ها، خدا من قلبشو آماده کن، باز کن و میخوایم تو عمل کنی. فقط میگم که اولین چیزی که باید اتفاق بیفته در قلبای ما، اول مهم اینه که قلب توست، قلب تو باید بیدار بشه که بعد از این بتونی با اشتیاق بتونی دعا رو انجام بدی. باشه؟ همزمان هم که دعا میکنین بدونین، باور کنین، فرشته ها منتظر تو هستن. عیسی مسیح دعای تو رو میشنوه و دستور رو میده و فرشته ها در عمل هستن. هر چقدر مشکل بزرگی باشه شاید طولانی تر بشه. فقط ما مخصوصا با نسرین دعا کردیم که واقعا تو این چند مدت که ما میخواییم شروع کنیم به دعا کردن، خدا زود جواب بده که واقعا این ایمانتون قوی بشه، بدونین که عیسی دعای شما رو میشنوه و منتظر شماست و منتظر همه ماست. این ربطی هم به خودم داره، این فقط موعظه برای شما نیست، برای منم هست. اوکی، میتونیم با هم بایستیم.
پس الان این سرود با هم بخونیم، این مثل باران بهار. ای روح القدس بیا تازه کن باغ وجودم تا شوم پر برگ و بار. قسمت اول همینطور که گفتم، بعد از همین تو این سرود یا بعد از این سرود یه وقتی خواهیم گذاشت جا راحت باشین، میتونین بیاین جلو، میتونین هر جایی که هستین زانو بزنین یا بشینین. مهم اینه که واقعا ما تمام دل به حضور خداوند اینجا دعا کنین و مطمئن باشین این کلامی که امروز خوندین شنیدین ببخشید شنیدین، مطمئن باشین که خدا دعای تو رو میشنوه و جواب خواهد داد. مثل باران بهاری ای روح القدس بیا تازه کن باغ وجودم تا شوم پر برگ و بار، تا پر شوم از روح خدا از آتش پاک تو میوه های بسیار با هم صدامون بلند کنیم. پاک تو خداوند اون گاه نفس و بایی یا وسوسه بیا خداوند، بیا خداوند، منتظر تو هستیم روح القدس. بیا خداوند بیدار کن هر چیزی که در ما خوابید، هر چیزی خداوند مرده. قدرت خدا را دریافت کنیم. گمگاه نفس و گمایی
دنیا یا وسوسه شریر میخواهند خوش کنند عیسی رویان تار از من نگیر هالگوری یرد سوسر باشی یرندن برا برا یرد سوسر گوری یرند سر مسی یرند سوری صدای تو بلند کن فریاد بکش و بگو خداوند بیا خداوند بیا خداوند روشن کن قلب منو روشن کن خداوند هر خشکی از خداوند برگردون خداوند برگردون سمت تو بیا روح دعا رو شفاعت رو به من ببخش خداوند روی دعا و شفاعت میخوام خداوند بیشتر و بیشتر با قلب تو یک بشم خداوند با آرزوهای تو یک بشم خداوند دردهایی که در این دنیا میکشی خداوند شریک دردهای تو میخوام باشم خداوند بیا خداوند این قلب مهربانی خودت این قلب پر از رحمت خودت خداوند به من ببخش که با این دید تو خداوند بتونم شفاعت کنم دعا کنم ای خداوند هر نوع فکری هست که جلوی تو رو میگیره خداوند دعا میکنم برداری بیا خداوند خانواده ما رو حضور تو میاریم خداوند نجات بده خداوند چشم و قلبش باز کن خداوند که بتونن به تو ایمان برن خداوند که دعای ما رو میشنوی خداوند مرسی خداوند که یه حرکت جدیدی خداوند شروع میکنی در این زندگی ما انجام دادن خداوند که احتیاج داریم خداوند خداوند روح القدس این صدای دعای ما رو فریادهای ما رو تو شنیدی خداوند هللویا خداوند و خداوند میخوایم با این سرود خداوند که میخوایم بخونیم خداوند برای کلیسا و برای کلیساهای تو دعا کنیم خداوند که بتونیم همینطور که پولس گفته خداوند این اسلحه تام خداوند رو بپوشین که بتونیم مقاومت کنیم و دعا و شفاعت بتونیم اینجا بیستیم بیدار در روح دعا کنیم خداوند مخصوصا برای این قسمت ها میخواییم با این سرود شروع کنیم به دعا کردن که کلیساهای ما کلیساهای این دنیا رو خداوند تو خداوند این بیداری رو ببخشی خداوند این اعضای بدن تو خداوند جایگاه خودشون بفهمن بدونن خداوند عطاهای خودشون بدونن بتونن با اتحاد بتونن بایستن خداوند و بیدار کنی کلیسا رو خداوند خداوند که بتونیم بایستیم برای تو خداوند نبرد ما با جسم و خون نیست نبردیست با نیروهای ظلمت نبرد ما با انسان ها نیست نبردیست با دشمن خیر دوباره نبرد نبرد ما با جسم و خون نیست نبردیست با نیروهای ظلمت
نبرد ما با انسانانی نبرد نیست با دشمن خلقت من ایستاده ام با شمشیر روحش من ایستاده ام با سپر ایمان من ایستاده ام تا فریاد سردهم به نام عیسی دور شو ای شیطان با هم بگیم عیسی شاه شاهان عیسی رب و الباب عیسی سرور آسمان عیسی شاه شاهان عیسی رب و الباب عیسی سرور آسمان عیسی ده انبا کلا خود نجات ها پس بگیرم عیسی شاه شاهان عیسی رب الارباب عیسی سرور آسمان عیسی سرور آسمان عیسی رب الارباب عیسی سرور آسمان عیسی ده انبا کمر بند راستی با نله چیله علامتی استادیم به پیش همزمان دنیا محتاج است به ما سربازان عیسی شاه شاهان عیسی سرور ارباب عیسی سرور آسمان عیسی شاه شاهان عیسی رب ارباب عیسی سرور آسمان عیسی هللویا. الان وقت بزنیم دعا کنیم شفاعت کنیم برای کلیسا و برای کلیساها، شفاعت کنیم برای این بیداری. این سرودی هم که خوندیم مثل یک هدایتی هست که بتونیم برای این دعا کنیم و شفاعت کنیم. همه با هم صدامون بلند کنیم، برای عطاها دعا کنیم، برای تشنگی دعا کنیم، برای این روح بشارت و روح شفاعت، روح دعا که روح کلیسامون بیاد و کلیساها بیاد، که اعضای بدن عیسی مسیح مثل سرباز بتونن بایستن. هللویا خداوند، جلوی تو شفاعت میکنیم خداوند، شفاعت میکنیم خداوند، خداوند تو بیا خداوند، تو روشن کن قلب ها رو خداوند، خداوند روی دعا روی شفاعت رو ببخش خداوند، مصبع دعا و مصبع خداوند شفاعت و پرستش رو روشن کن خداوند در کلیساها خداوند، و خور خوشبو خداوند نزد تو بیاد خداوند، تو دستور بدی خداوند و تمام فرشته ها شروع کنن به عمل کردن خداوند، خداوند در این قسمت ببخش خداوند جایی که نایستادیم خداوند، ببخش ما رو خداوند، جایگاه ما رو نایستادیم خداوند، در حال خودخواهی بودیم خداوند، بیا خداوند تو خودت روشن کن خداوند، بیدار کن کلیساهای تو رو خداوند در تمام دنیا خداوند، روح تو رو بریز خداوند، هر تفرقه ها از بین بره خداوند، به اتحاد با یک دلی بتونم برسم خداوند، ای خداوند عیسی بیا خداوند، بیا خداوند برکت میدی برای کلیساها رو خداوند، هر کاری میخوام بکنن و هر عملی میکنن خداوند که اراده توست خداوند انجام بشه خداوند، قوی کن خداوند، هللویا خداوند، قوی کن کلیساها رو خداوند، که کلیساها با هم با یک دل خداوند، خداوند جلال تو رو نشون بدن خداوند، هللویا خداوند، هر چیز که از تو نیست دور کن از خداوند، از کلیسا، هر چیز که از تو نیست پاک کن از کلیسا، هللویا خداوند، تو تقدیس کن کلیساهای جهان رو خداوند، تو تقدیس کن خادمین کلیساها رو خداوند، تقدیس کن شبانان کلیسا رو خداوند، هللویا خداوند، خون خودت بشور عیسی مسیح، هر چیز که از تو نیست پاک کن خداوند، فقط تو میتونی روح القدس بگی،
عمل کن روح القدس، عمل کن روح القدس، عمل کن روح القدس، عمل کن روح القدس، تو بیدار کن خداوند، هر بار بیدار کن، هر چیزی که از خداوند شفاعت میکنیم خداوند، او کرامل اشتی را بشد و سوسی خداوند با ما می آید، کسی بر او چیره نشود، جلال او را همگان خواهم دید، پرچم افراز و سرود بخوان، سرود سفر چون خدای ما، سله ای نیست که بر عمل کنند، سردار ما عیسی مسیح است، در پیش همیم او حادی ماست، چه کسی تواند در برابرش ایستد، پیروزی ما در ارتش خدا، سلطنتش آشکار شود، با هم رویم به سرزمین موعود. هللویا خداوند، برای کشورمون ایران دعا میکنیم خداوند، که این کشور رو خداوند، ایران، افغانستان و ملت هایی که تو قلبمون گذاشتی خداوند، بتونیم این سرزمین رو خداوند به دست بیاری با این دعای ما. خداوند با ما می آید، کسی بر او چیره نشود، جلال او را همگان خواهند دید، پرچم افراز و سرود بخوان، سرود سفر چون خدا ماست، سله ای نیست که بر ما عمل کنند، دار ما عیسی مسیح است، در پیش رویم او هادی ماست، چه کسی تواند در برابرش بایستد، پیروزی ما در ارتش خدا، سلطنتش آشکار شود، با هم رویم به سرزمین موعود، با هم رویم به سرزمین موعود. الان دعا کنی برای کشور ما ایران، افغانستان، برای گم شدگان دعا کنیم، شفاعت کنیم که خدا هر قدرتی که چشمای ایشان رو، قلبای ایشان رو بستن، گوشایش رو بستن، بشکنیم هر روی دروغ، هر فکرها، هر خیالات هایی هستن، هر تجربه بد، دعا کنیم خداوند اونجا عمل کنه و سلطنت عیسی آشکار بشه. هللویا خداوند، با هم صدامون بلند کنیم. گم شدگان رو مذهبی هستم خداوند، شکست بخورم خداوند، دعا میکنیم حرکت کنی، فرشته های خودت رو خداوند بفرستی خداوند،
فرشته‌های خودت رو بفرست خداوند توی کشورهای ما خداوند، به فراوانی بفرست خداوند، سلشکارهای تو بفرست خداوند، افغانستان، ایران خداوند، بیا خداوند تو حرکت کن خداوند، دستورهای خودت رو بده خداوند، از این دعا استفاده کن خداوند، بیا خداوند دست تو رو دراز کن، با معجزات خداوند نشون بدی خداوند، با معجزات نشون بدی خداوند در این کشورها خداوند، بسته نیستی روح القدس، هللویا خداوند، هللویا خداوند، تو رو صدا میکنیم ای خداوند، ای پادشاه جلال تو رو صدا میکنیم، عمل کن خداوند، دستور بده، یک کلامی از تو کافیه خداوند، یک کلامی از تو کافیه خداوند، ایران نجات پیدا میکنه، یک کلامی از تو کافیه خداوند، افغانستان، تاجیکستان نجات پیدا میکنه، لشکرهای تو رو بفرست خداوند، لشکرهای تو رو بفرست خداوند، بفرست خداوند، هللویا خداوند، تمام دل شکستگان رو خداوند نجات ببخش، دعا میکنی مکاشفه کنی صورت زیبای تو رو، انجیل تو رو خداوند نشون بده خداوند، برا برا باشی ارادو سان در در بر باسی ارادو شوسو برا برا باشی ارادو سستر مار برا باشی ارادو سان در بر ورا بالا ماسی اراندو سارا باشی اراندار ورا ماسی ارادو لارا ورا باير بو سوندريا ال ما ساندار دي سيارا لارا باي ورا باي دي ويديو دو سوسو هاليلويا يسا ساليبتو رو بلند ميكنيم رو اين كشور ساليبتو براي آلمان هم اينطور بلند ميكنيم خداوند بیا خداوند خيالات ها درو بو روی انسان دوستی مذهبایی هست خداوند، بیا خداوند آشکار کن حقیقت رو، تو تنها حقیقت هستی خداوند، بیا با نور خودت خداوند روشن کن هر ظلمت رو، هر دروغ رو خداوند آشکار شود، تمام دروغ های شیطان آشکار شود، هللویا خداوند، شادی و حمد و پرستش به پیش رویم، با لشکر آسمانی هم صدا شویم، با شادی و حمد و پرستش به پیش رویم، با لشکر آسمانی هم صدا شویم، امانوئیل خدا رند با ما، امانوئیل پیروزیم بر دنیا، شیطان و دیبا، امانوئیل، 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 عیسی با فیض عیسی پیروز گشته ایم بر دنیا، با نام عیسی فرو می‌ریزیم غله ها، با فیض عیسی پیروز گشته ایم بر دنیا، با نام عیسی فرو می‌ریزیم گله ها، امانوئیل خداوندم با ما، امانوئیل پیروزیم بر دنیا، امانوئیل بر ما رو اغرب ها، امانوئیل، امانوئیل، امانوئیل عیسی، بیای جشنی، بیای جشنی بپا کنیم بر عیسی، جشنی برای سردار لشکر خدا، بیای جشنی بپا کنیم بر عیسی، جشنی برای سردار لشکر خدا، امانوئیل خداوندم با ما، امانوئیل پیروزیم بر دنیا، امانوئیل
شد آسمان ها امانوئیل 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 عیسی. ما سپر ایمان را گرفتیم در دستا، ای کوتو چیستی در مقابل کلیسا؟ ما سپر ایمان را گرفتیم بر دستا، ای کوتو چیستی در مقابل کلیسا؟ امانوئیل خداوندم با ما، امانوئیل پیروزیم بر دنیا، امانوئیل رگبار باران ها، امانوئیل 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 عیسی. با لشکر آسمانیم شویم هم صدا، حاویه را غایت کنیم در نام عیسی. ای لشکر آسمانی شویم هم صدا، حاویه را غایت کنیم در نام عیسی. امانوئیل خداوندم با ما، امانوئیل پیروزیم بر دنیا، امانوئیل وارثان خدا، دستی بزنیم برای او، پادشاه پادشاه رب الارباب. هللویا، شکرت میکنیم خداوند، شکرت میکنیم خداوند که دعای ما رو شنیدی خداوند و یه حرکت شروع کردی خداوند که ادامه خواهی داد. ما حاضر هستیم خداوند، روح القدس همینطور ما رو هدایت کنیم. تشکر میکنیم خداوند و جلال رو به تو میدیم در نام عیسی مسیح. آمین و آمین. و این دعا و پرستش رو میتونین پنجشنبه ساعت 6:30 در کلیسای مکسیکو رینگ ادامه بدیم. آمین. مرسی.